شب شما بخیر بینندگان ارجمند. در زندگی ماها کسایی هستند که نقش پررنگی در خاطره هامون دارن، هیجان هامون، غم هامون، خوشی هامون، شادی هامون، موفقیت هامون، شکست هامون. قطعاً مجریان سرشناس تلویزیون جزو کسایی هستند که در این خاطره ها سهم دارن. حالا شما در این بین مجریان سرشناس تلویزیون مگر چند نفر رو سراغ داریم که اهل تحقیق و پژوهش و نوشتن و مطالعه هم باشد؟ مهمان ارجمندی که کنار من هست عموماً در لنز دوربین و در خاطرات ما به عنوان یک گزارشگر فوق‌العاده شناخته شده است. شادی‌های فراوان و البته غم‌ها و شکست‌های بزرگ رو با صدای ایشون تجربه کردیم و چهره مهربونش. سبب حضورش در برنامه اتفاق گزارشگری یا مجری بودن برای برنامه‌های ورزشی نیست، که در اون حوزه برای خودش استاد و سرشناس و حتی به گمان من الگو و اسطوره است. من ایشون رو خیلی دوست دارم، بی‌تعارفم میگم، جلوی دوربین با کمال میل و جرأت میگم که ایشون رو بی اندازه دوست دارم، به سبب مناعت طبعش، تواضعش، دریا دل بودنش، مهربون بودنش. چرا دعوتش کردیم؟ چون کتاب‌های شاخص، ارزشمند، پژوهش‌های عمیق که اگر شما قصه هاش رو بشنوید میگید اه، جواد خیابانی یک نیمه پنهانی هم دارد که ما از اون غافل بودیم، مثل این کتابی که دستم هست. حالا در موردشون صحبت خواهیم کرد. استاد جواد خیابانی عزیز، چقدر من خوشحالم چندمین باره که میزبان شما هستم. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. سلام میکنم به بینندگان عزیز برنامه اتفاق و از بازبین محترم پخش خواهش میکنم که کل پلاتوی آقا رضا رو حذف کنه. این اولین باره که من برنامه‌ام تولیدیه میتونم این کارو. عزیزم سلامت باشید. خیلی ممنون. سادش اینه که من در اختیار شما هستم. من نوکر این مردم هستم. زنده باشین. تاج سرین، بزرگوارین آقا جواد و من خوشحالم در خدمت شما. شروع کنیم. آره شروع بکنیم، چون این 30 دقیقه طلایی رو نمیخوام از دست بدم. قصه های عجیب جواد خیابانی داره. از این حرفا میگذریم، بلافاصله میرم سراغ یه فیلمی که روی LED پخش خواهد شد و به شما یک جام عجیب زرین رو در سالهای خیلی دور، 100 خورده‌ای سال پیش. اول فیلم رو همینجوری که نگاه میکنیم آقا جواد روش توضیح میده. برای به اینجا خیلی خوشحالم که الان اینو پخش میکنید و اینجا رو پخش میکنید. اینجا روستای جنوب نقده در استان آذربایجان غربی، اینجا سازه ورزش ایران میشه گفت که آقا رضا در اینجا طراحی شده، یعنی اصلا سازه ورزش جهان در اینجا طراحی شده. متاسفانه ما فقط بلدیم بگیم که مرغ همسایه قازه، فقط بلدیم بگیم که خارجی‌ها اینو دارن، خارجی‌ها اونو دارن، ما هیچی نداریم. ما داریم، ما تپه حسنلویی داریم که در تپه حسنلو، جامی در اون تپه حسنلو در سال در دهه 1330 کشف شده که این جام متعلق به چیزی حدود 4000 سال قبله، حدود 3700-800 سال، من دارم میانگینی میگم، یعنی مال قبل از حتی المپیک باستانه. ما در تاریخ داریم که المپیک باستان در یونان 776 سال قبل از میلاد مسیح شروع شده. خب اما این جام حسنلو که روی این جام ثبت شده ها، بله، حکاکی شده ها و اثرات و مشخصاتی از ورزش در زمانهای باستان داره، یعنی حتی ورزش در ایران از یونان باستان هم باستانی تره و قدیمی تره و کاش که کمیته بین المللی المپیک بپذیره، یعنی کمیته ملی المپیک ایران ابتدا طرحی بده که این جام حسنلو نمادی است از قدمت ورزش در جهان، نه فقط در ایران. ما داریم فراوطنی فکر میکنیم، داریم فرامرزی فکر میکنیم، میگه نمیخوایم مثلا مرزبندی هم بکنیم که برای اینا، اینم نگاره هاست. خود نگاره هایی که روی جام حسنلو هست گویاست، اصلا دیگه هیچ اتفاق دیگری نمیتونه بیفته. فقط کافی این جام حسنلو که در موزه ایران باستان موجوده، البته به خاطر اینکه شرایط خاصی هم داره همیشه سال به معرض دید گذاشته نمیشه. من صحبت میکردم با مدیران محترم موزه ایران باستان، سال یه بار یا سال دو بار مثلا تو محدوده های 10 روزه 15 روزه
این جام به معرض دید عموم گذاشته میشه. این منشور کوروش کبیر یه چیز خیلی خاصیه، چون میگن که شاید فلش عکس ها، شاید حتی تنفس ها، شاید آب و هوا. جنسش چی آقا جواد؟ تلاس. تلاس، بله. اصلا به نظر من، حالا من که کارشناسان تاریخ باید اینو بگن، من این ببین، این تمام نمادها و اون کتیبه هایی است که یا نقش هایی است، نگاره هایی است که روی این جام حک شده. این در واقع باز شده یه جام حسنلوی آقا رضا، چون یه جام تقریبا به اندازه این لیوان ماست، تقریبا یه استوانه است، البته له شده هم هست، چون گفته میشه موقعی که کشف شده زیر یک حالا پیکری پیدا شده که انگار مثلا در آتش سوزی، در زلزله ای، در یه حادثه ای، انگار که مثلا این نفر افتاده باشه روی این جام و اون جام له شده و له شده اش الان موجوده. یعنی شما معتقدید که با این جام حسنلو ما میتونیم که در جهان اتفاقی رو خلق بکنیم؟ مطمئنا اتفاق. غیر از جام حسنلو تازه جام دیگری هم هست به نام جام ارجان یا جام ارجان، معروفه که در بهبهان کشون، حتی قدیمی تر از اینه و زیباتر از اینه، تقریبا سینیه. اون یه حالت، این مثل این سینیایی که میوه میذارن تو دوری دو، آره این دور. آفرین آقا رضا، اسم خوبی رو گفتی. رون اصلا نقش و نگارهای حتی بازیهای محلی هم هست و این واقعا به نظر من یه ذره مظلوم بودن، یه ذره از دید پنهان بودن این جام ها باعث شده که ما اونها رو فراموش کنیم. پرسش هم همینه جواد جان، چرا تا الان پس اتفاق نیفتاده؟ ما اگر این اسناد رو داریم، این جام ها رو داریم، کسی به فکر نبوده، حوصله‌اش نبوده، یا چی بوده ماجرا؟ پول. پول. خیلی ساده است آقا رضا. واقعا میدونید رفتن به همونجا، اصلا من هنوز خود من بعد از 15 سال کار تحقیقی روی پروژه تاریخ مستند ورزش ایران که الان دارم برای شبکه 3 میسازم، هنوز جام حسنلو رو از نزدیک نتونستم ببینم. یعنی واقعا این سخته که برم موزه ایران باستان بگم آقا در مثلا گنجینه بانکو باز کنید که من بخوام این جام حسنلو و جام حسنلو ببینم. خب انتظارم هم انتظار بیهوده‌ایه، نبایدم این انتظار داشته باشم. خب اصلا الزامی به دیدن از نزدیکش نیست. ببین شاید ورزشی‌ها جام حسنلو رو شنیده باشن، من به عنوان یه آدم رسانه‌ای تا حالا جام حسنلوی نشنیده. ببین آقا اینجا گله بکنم من. خب. ببین مثلا میریم، برای مثال میگم، ما در سفرهایی که میریم خب معمولا تو جاهای باستانی کشور مختلف میریم دیگه. مثلا این ورزشگاه کلاسیومی هست در شهر روم که توش گلادیاتورها میومدن مسابقه و اونجوری اتفاقات خاصی تو دنیا هست. خب شما کنار اون کلوسیوم لیوانش، بشقابش، جامش، هر چیزش، دیویدیش، ویدیوش، هر چیزی که بگی با 2 یورو 3 یورو قابل خریده. شما برو موزه ایران باستان. یه کلوسیوم. آخه ما خیلی مسلحیم. رفتیم به سمت همون روم باستان. اینجا دیگه روم باستان دیگه. میدونید خود اصلا به نظر خودش میتونه یه اقتصاد باشه. خودش میتونه یه جور پول درآوردن باشه. این که من جام حسنلو رو نمونهشو بسازم، بذارم تو موزه، بذارم تو فروشگاه کنار موزه، مردم بخرن. که مردم، درسته من جام حسنلو نمیتونم بذارمش که مردم همه ببینن. جام ارجان رو نمیتونم بذارم که همه ببینن. همون نمونهشو که میتونم بسازم. گردشگر خارجی بیاد. یا گردشگر خارجی بیاد بخره ببره. و همین خودش میدونید خودش سرایت علمه، خودش سرایت دانشه، خودش نشر تاریخه. ما تاریخمون آقا رضا مخفو، اصلا واقعا مظلوم واقع شده. ما راجع به ورزش کشور می‌خوایم تاریخ حرف بزنیم، هیچ چیزی، هیچ سند معتبری نمی‌تونیم پیدا کنیم. همشون شفاهیه. فکر می‌کنم خیلی ما مکتوب. آخه می‌دونید مگه تاریخ شفاهی میشه تاریخ؟ اون دیگه خاطره است. خاطره ضد تاریخه. شما نمی‌تونید خاطره رو به عنوان یک تاریخ در کتاب ها ثبت کنید. هر کسی یه طوری تعریف می‌کنه از زاویه نگاه تاریخ شفاهی دیگه. شما مثلا از من راجع به بازی ایران استرالیا بپرسید یه جور تعریف می‌کنم، از مثلا فروشنده بغل دستی مثلا خونه ما یا خود شما اصلا اون من خودم آره یه جور دیگه تعریف می‌کنم. این نمیشه تاریخ. تاریخ اون چیزی که سند داره، تاریخ اون چیزی که واقعا ثبت شده. شما ببینید مثلا می‌خوایم درباره تاریخ فوتبال ایران صحبت بکنیم، در کشور انگلستان، در کشور برزیل، در کشور چین، در کشور ایتالیا، در کشور فرانسه، در کشور اسپانیا، تمامشون مبانی تاریخیشون ثبت شده است. روزنامه‌هاشون، اسنادشون، مدارکشون، همه چیشون هست، ثبت هم شده. ولی در ایران شما هیچ چیزی رو به عنوان یک سند، بجز چند تا روزنامه، بجز مثلا مجلات روزنامه ایران در دوران گذشته، نه این روزنامه ایرانی که الان چاپ میشه، روزنامه ایرانی که در زمان قاجار چاپ میشد، اونم توی کتاب. واقعا من میخوام دست بچه‌هایی که توی کتابخونه ملی من کمک کردن رو ببوسم، چون شب و روز میرفتم اونجا، زندگیمو خیلی موقع اونجا میگذروندم و اینا کمک میکردن. مثلا روزنامه‌های قدیمی رو میآوردم، من ورق میزدم، همون ورق زدن خودش یه حس نوستالژی داشت برای من. حالا اجازه میدادن که بعضا ازشون عکسی، فیلمی هم چیزی هم بگیرم و اینا کمک میکرد. ولی باز هم میدونی آقا رضا، مثلا در همین حوزه فوتبال، این همه ورق زدین، این همه پژوهش کردین،
چه حرف نگفته‌ای برای ما داری آقا جواد در همین فوتبالی که انقدر مورد علاقه جوان‌ها هست؟ خب داستان فوتبال ایران خیلی داستان پنهانیه به نظر من. خیلی واضح و آشکارش اینه که میگیم که فوتبال در مسجد سلیمان بعد از کشف نفت به وجود آمد. بله، احترام می‌ذاریم. ما در برنامه تاریخ مستند ورزش به طور کامل به این خواهیم پرداخت. به مسجد سلیمان به همه این شهرها خواهیم رفت. اصلا رفتم، خودم رفتم مسجد سلیمان، خودم رفتم تبریز، خودم رفتم بوشهر، خودم رفتم اصفهان، خودم رفتم بندر انزلی، خودم رفتم مشهد، شهرهایی که بنیاد فوتبال ایران در اونها گذاشته شده. مثلا به نقل عبدالمحمد پوربهی، پدر ورزش فوتبال ایران در بوشهر، ایشون میگن که فقط دو تا کنسولگری فرانسه و انگلیس در بندر بوشهر بودن که آدماشون میمدن فوتبال بازی میکردن، یه بوشهری هم تو اونا نبوده و فوتبال بازی نمیکرده. رفته رفته یواش یواش تیما شروع میکنن به کار کردن، جوانای ایرانی اونا رو میبینن، خوششون میاد، میان و تیم، مثلا تیم به نام نادری در بوشهر ساخته میشه. یا برعکسش، نفت که کشف میشه، که کشف شده در مرداد 1287، اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف میشه. خب کارکنان انگلیسی، هندی، اسکاتلندی، استرالیایی، اروپایی، فرق نمیکنه، هر جا خارجیایی که اونجا دارن کار میکنن نیاز به استراحت دارن. برای استراحت چه باید بکنن؟ باید باشگاه تاسیس بکنن، باید کلوب تاسیس بکنن، باید استراحتگاه تاسیس کنن، استخ تاسیس کنن، زمین گلف تاسیس کنن، زمین فوتبال تاسیس بکنن. همین تاسیس یواش یواش این زمین ها و این باشگاه ها باعث میشه که ورزش در خوزستان اوج میگیره. آبادان، مسجد سلیمان، خرمشهر، شادگان، آقاجاری، اهواز، همه این شهرها میپیوندن به اون رودخانه خروشانی که جوانهای ایرانی علاقه دارن، دوست دارن این فوتبال این ورزش رو شکلش بدن. بله، مسجد سلیمان نقش بسیار مهمی در ورزش ایران داره. اما اینم در نظر بگیریم، نفت در سال 1287 کشف شده و اون باشگاه دیگه همون روز که به وجود نیامده، حداقل 5 سال 6 سال بعد، یعنی مثلا بگیم 1295 برای مثال عرض میکنم. خب در تهران همون موقع سفارت انگلیس فوتبال بازی میکرده، همون موقع تلگراف خونه فوتبال بازی میکرده، همون موقع کارکنان خارجی مثلا شرکت‌های مختلف انگلیسی که در تهران بودن یا حتی در تبریز بودن. تبریز جایگاه ویژه‌تری از همه شهرهای دیگه داره. اینو میخوام واقعا خواهش کنم به حساب تبریزی بودن من نذارن. خواستم همینو بپرسم، واقعا اینو به حساب اون نذارن. میدونید چرا؟ تبریز نزدیک اروپاست. تبریز حتی از تهران هم نزدیکتر. از نظر سیاسی حرمتش اون موقع ها بیشتر بوده. چرا؟ چون نزدیک به اروپاست. کنسولگری هایی که در تهران حتی وجود نبوده در تبریز وجود داره. بلژیک، هلند، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، این کنسولگری ها در اونجا وجود داره. این کنسول ها، این کارکنان سفارتخانه ها یا کنسولگری ها ورزش میکنن. نمونه بارزش هاوارد باسکرویل، مبارز مشروطه، یا آمریکایی که در جنبش مشروطه با ستارخان همراه ستارخان میجنگه، در جنبش مشروطه حضور داره و میشه گفت که یکی از شهدای جنبش مشروطه است. هاوارد باسکرویل که اصلا اسلحه به دست میگیره، حتی گفته میشه که مثلا سفیر آمریکا در ایران اون موقع سال 1285-86 بهش میگه تو حق نداری در امور داخلی ایران شرکت بکنی. میگه من الان آمریکایی نیستم، من الان فراوطنی هستم، من انسانی هستم. وقتی میبینم که مردم تبریز در محاصره هستن و اون طرف این محاصره روس‌ها دارن اینها رو جونشون رو میگیرن و بهشون غذا نمیدن، حس انسان دوستی من اجازه نمیده که پاسپورتمو بدم به شما، شما منو مثلا بردارید ببرید دوباره به کشور خودم. من نمیام، نه پاسپورتمو به شما میدم. من میجنگه میجنگه و کشته میشه. و این آدم فوتبالیست بوده، فوتبالیست بوده، بوکسور بوده، معلم تاریخ مدرسه مموریال تبریز بوده، فوتبال هم بازی میکرده. گفته میشه که مثلا حتی فوتبال آمریکایی هم بازی میکرده. گفته میشه که اصلا ورزش بوکس او به ایران آورده. 1262-3-4 تا 1270 مدرسه مموریال را میفته. مدرسه مموریال در تبریز زمین فوتبال داره و باسکرویل در سال 1285 تو اونجا فوتبال بازی میکرده. پس قدمت فوتبال ایران بیشتر از آن چیزی است که از مسجد سلیمان هم قبل‌تره. بله، ما تازه می‌دونیم این تازه سندی که الان داریم، مثلا کتابی هست، مثلا یک کتاب خاطرات آقای احمد وثوق رو می‌خونیم، ما همش فکر می‌کنیم که فوتبال ایران یعنی حسین صدقیانی، یعنی برادران خان سردار، یعنی کریم زندی، یعنی مثلا عزیزالله افخمی. نه، اصلا قبل از اینا تو خاطرات احمد وثوق که یکی از سران حکومت قبل هم بوده، در دوران مصدق هم بوده، یکی از وزرایی مثل وزارت جنگ وزیر یک تو کابینه مصدق هم بوده این آقای وثوق، تو خاطراتش اصلا نوشته، کتاب داره.
که حتی اسم فوتبالیستای قبل از خان سردار، اسم فوتبالیست قبل از کریم زندی رو هم آورده. اما اون رو پیدا کردنش چون شفاهی همه چیز. میدونید شاید اصلا سند، میدونید یه نکته، شاید سند داشته باشیم اما زیر خاک این سنده. یعنی چی؟ یعنی این، من یه توضیح اینجا عرض بکنم. بینندگان محترم، نوه عباس ثنی دیگر، نتیجه مهدی ورزنده، بازمانده حسین صدقیانی، از خانواده ناصر سکاکی مانده، از خانواده کیومرث ابوالملوکی مانده، از خانواده همه ابوالفضل پادگورنی، مهدی ورزنده، فریدون شریف‌زاده، ناصر ابوالملوکی، هر کدوم اینا تاریخ ورزشی را خودشون نیستن. نوش که هست، نتیجهش که هست. این نوه، این نتیجه، این نبیره یه عکس از بابابزرگش نداره؟ یه عکس از جدش نداره؟ جواد، اینا رو یه کسی باید همت بکنه همه اینها رو. آقا رضا این همته مال من، این همت مال من. طرف میاد این آلبوم میفروشم 20 میلیون تومان، پول ندارم بخرم. خب میگم یه پشتوانه این میخواد همین اولش شما گفتی چرا گم مونده، میگم آقا گفتی پول اینجا سالا گذشته از اون. ما ببینید، من پارسال که بیار سال با تیم پرسپولیس که رفته بودم ژاپن برای گزارش مسابقاتشون، رفتم تلویزیون NHK ژاپن تو آرشیوش. به صراحت اینو میگم، نزدیک 80 دقیقه فیلم شارپ 4K از مسابقات تیم ورزشی ایران در المپیک 1964 تو تلویزیون NHK ژاپن هست. قرمزو تختی تصویری داره که شفاف رنگی، 4K یعنی فیلمی که تبدیل شده به ها. آره دیگه، طبیعت دیگه بهترین کیفیت داره دیگه. درسته، اینو دیگه اونایی که کارشون نمیدونن آره که اون فیلم کیفیتش از این فیلمی که الان دیجیتالی میگیریم خیلی بهتره. درسته، از بازی ایران آلمان شرقی فوتبال، از بازی ایران مکزیک فوتبال، حسن حبیبی، فرامرز زلی، برادران بیاتی، مصطفی عرب، پرویز قلیچخانی تو این فیلم رنگی با کیفیت عالی هست. آقا بله، آقای ژاپنی بله، فیلم با میدید 700,000 دلار قیمتش. 700,000 دلار یه فیلم یه ساعته. خب چیکار کنم من؟ اگر بخوایم برگردیم یه ذره قبل‌تر، مثلا برگردیم به داستان رستم و سهراب، من میگم سهراب ضد تاریخه، رستم خود تاریخه. سهراب که ضد تاریخه به خاطر اینکه به تاریخ احترام نمیذاره کشته میشه. داستان فردوسیه. اصلا بیننده محترم من، فقط میدونید، فقط به دنبال این هستیم که استقلال چرا این کارو کرد، پرسپولیس چرا اون کارو کرد، استراماچونی چرا رفت، برانکو چرا این در فرم گیر کردیم. یعنی فقط همینیم. یعنی توی محدوده ای انگار که مثلا فقط یک کبریت روشن کردیم، روشنایی اطرافون کبریت رو میبینیم، در حالی که تاریخ ایران اصلا اینا نیست. تاریخ ایران سید حسن رزاز، تاریخ ایران منیره مهران، تاریخ ورزش ایران میگم، تاریخ ورزش ایران نادر افشار نادریه، بازیکن تیم شاهینه، فیلم مستند میسازه، تاریخ ورزش ایران حسین صدقیانیه، اما هیچی نمیتونیم راجع بهش. من دختر حسین صدقیان نزدیک 90 سالش در لندنه، آقا رضا مسابقه کردن باهاش کاری داره؟ ولی پول میخواد. آقا من ویزا نمیده، حتی ویزا نمیتونم بگیرم. من اصلا میگم از جیبم میذارم میرم اونجا مصاحبه با خود. الان خودشون داره حتما میبینن، خودشون میدونن. من بارها باشون حرف زدم. خانم یه پیرزن 92 ساله است. الان خانم صدقیانی، اگر شما درباره پدرت حرف نزنی کی باید حرف بزنه؟ شما باید بیا بگی پدرت در فوتبال ایران چه کرده. حسین صدقیانی باباش رسول صدقیانی، شما تبریزی میدونی، یکی از مبارزهای مشروطه است. بله، حاج رسول صدقیانی معروفه، محبوب دل تبریزی هاست. مثلا میری کاخ ورسای فرانسه توی پاریس، زیر پیرن ناپلئون روی تختش افتاده، اینه که مثلا مهاتما گاندی توی دهلی هست، تاریخشون اینجوری ثبت شده. میخوام بگم از ریزترین و جزئی ترین موارد مربوط به تاریخ کشورشون دارن بهره، حالا اقتصادی اصلا میبرن. همون موزه لوور پاریس که خیلی هاشم مال ماست، از تخت جمشید دزدیدن بردن اونجا دیگه، مگه غیر از اینه؟ درسته؟ بله. توی بحبوحه‌ای که در سالهای قبل پیش آمد خیلی هاشو دزدیدن بردن اونجا. حالا من همون موزه سالها پیش قدم می‌زدم، سالن مربوط به ایرانو، گفتم ببین آثار باستانی ما رو اینجا دارن ازش پول در میارن. اصلا اونم آقا رضا دیوار دارن برنازین. آخه اون دیواره چجوری رفته اونجا؟ چجوری تونستن مثلا تو اون سالای 1120-1130 تو هم دوران جنگ جهانی چجوری خارج شده؟ ببین اون موقع فکر داشتن، زمانی که شاههای قاجار اینجا فقط مسافرت میرفتن، مثلا مظفرالدین شاه 10 سال حکومت میکنه، 3 سالش فقط خارج از کشوره، دوست داشته.
آخه اصلا مسافرت هم اینجوری نبوده که سوار هواپیما بشه نیم ساعت بعد اونجا باشه. خودش 5000 تا سوار و پیاده و عمله و اکله و خدام و چه میدونم ملازم رکاب و همینا در کنارش هم دیگه. یه نکته‌ای که داره خود مظفرالدین‌شاه مثلا خیانتی که ورزش ایران میکنه یکی شما مظفرالدین‌شاه میکنه. چرا مثلا تو المپیک 1900 پاریس مثلا این هم واقعا من میخوام خواهش کنم از کمیته ملی المپیک ایران کمک بکنه. در تاریخ ثبت شده که ایران ورزشش اولین بار در المپیک 1948 لندن حاضر شده. نه آقا دروغه، در المپیک 1900 حاضر شده، 48 سال قبل حاضر شده. ما اولین مدالمون رو ولی 1948 بله 1948 لندن جعفر سلماسی در وزن برداری مدال برنز میگیره. ولی تازه تو المپیک 1936 برلین هم ما 18-20 نفر جوان ایرانی رفتن، ورزشکار نیستن ولی اونجا تو اردو شرکت کردن. یکیشون مثلا عبادالله بصیره، یکی از مردهای بزرگ ورزش ایران. یعنی افرادی تو تاریخ ورزش ایران هستن که گم شدن، که سخت پیدا کردنشون، که واقعا گفتم خیلی هاشون که روحشون شاد، جسمشون زیر خاکه ولی روحشون مطمئنن شاده دیگه. خدا کنه حسین صدقیانی به خواب دخترش بیاد، خدا کنه مهدی ورزنده به خواب دخترش بیاد که تو ترکیه است، خدا کنه مثلا دختر ناصر ابوالملوکی، سکاکی، شریفزاده، پادگورنی، همه اینا خدا کنه به خواب بچه‌هاشون بیان بگن بچه‌ها برید خیابانی رو کمکش کنیم. بیچاره دنبال تاریخ ساختنه، برید یه کاری کنید که این تاریخو بسازه. به خدا این آلبومای عکس الان تو خونه هاست آقا رضا، من مطمئنم که این آلبوم عکس تو خونه هاست. ما فقط 4 تا عکس لازم داریم. ما انتظاری نداریم که الان فیلم تلویزیون NHK ژاپن رو پیدا کنیم از تاریخ ایران. جان یه نکته ظریفی لابلای فرمایشت بود، شاید که راه حل خیلی آکادمیکی نیست اما در دنیای امروز اگر اقتصاد بیاد پشت اینجور ماجراها، از همون جام حسنلو خودت مثال زیبایی زدی، ما بتونیم اینا رو وارد اقتصادشون بکنیم، به توسطش گردشگر جذب کنیم، محصول بفروشیم، به چرخ این گردونه پول، اون موقع خیلی ها اهمیت میدن، خیلی ها سرمایه گذاری میکنن، فراموشش نمیکنن، فقط فکرشون چسبوندن لوگو روی پیراهن فوتبالیست نیست. میگن روی تاریخ هم میشه سرمایه گذاری کرد. درست آقا رضا، کاملا درسته. ببین آقا رضا، بایر مونیخ مال کیه؟ دورتموند مال کیه؟ اشتوتگارت مال کیه؟ فرانکفورت مال کیه؟ پاریس سن ژرمن مال کیه؟ من یونایتد مال کیه؟ من سیتی مال کیه؟ لیورپول مال کیه؟ رئال مال کیه؟ بارسلونا مال کیه؟ مال مردمه. به خدا هیچ کدومشون دولتی نیستین تیم‌ها. همه‌شون مال آدم مثل من، مثل تو. نه، البته مثل من نه. مثل خیلی حداقل مثل من نه. خیلی پولدارا. درسته اینا مال اوناست. اما ما مثل اون آدما تو این کشور داریم. آره من یه روز به یکی گفتم، به یکی از همه پولدار یادت میاد یه بار گفتم 3 نفر داریم که آره میتونن کل ایران از فقر در بیارن. توی برای 13 بدری بود یادم نمیره، صفر آره ببین داریم واقعا، اما دل نمیدن به کار. آقا رضا من به یکیش گفتم آقا چقدر در حساب بانکیت موجوده؟ گفت تو چی کاره ای که بدونی؟ گفت آقا فقط بگو، یکیشو بگو. گفت حساب فقط بانکی یکی از بچه‌هام 1000 میلیارد تومان. 10 میلیارد تومان شو به خدا ورزش. با سند دیدم. یعنی صورت حسابشو دیدم روی اینترنت. اگه حلاله که نوش جونش. ولی ببین وقتی که بهش میگی که بیا، نه اصلا این فیلم، نه این فیلم بر اصلا زیر خاک، بهش میگم که بیا یه زمین من پیدا میکنم توی مثلا زابل، یه زمین هست توی چه میدونم بشاگرد، یه زمین هست توی ماکو، یه زمین هست تو سرخس، اونجا رو چمن کن، 4 تا فوتبالیست اونجا بازی کنن. میگه نه برای چی کارو بکنم؟ برگشت نداره. نگاه کن اسمش هم میذاره وطن پرست. آخه این وطن پرستی نیست آره، با که وطن پرست یعنی کسی که از دارایی خودش استفاده کنه برای بهتر شدن وضع زندگی بچه های وطن خودش. تو که آقا 1000 میلیارد تومان، تو اصلا با 10 میلیارد تومان زندگی میگذره، حداقل یه کمکی به تاریخ ببین. مگه جایی که اون میره با جایی که من میرم فرق میکنه؟ ببین انقدر جاست یه قبر دیگه. خیلی فلسفیه این بحثه. درسته ولی تو بیا این فیلمو بساز، تو بیا اون زمین چمنو بساز، تو بیا اون باشگاهو بساز، تو بیا اون سینما رو بساز، تو بیا اون اتوبار رو بساز، تو بیا مجمع فرهنگی رو بساز، تو بیا این کتاب رو بساز، همون جام حسن رو سرمایه گذاری کن. ببین خیلی چیزا داریم ما، خیلی چیز داریم که میتونیم کمک کنیم. اما اینقدر میدونید یه جوری عقل معاش اذیت میکنه، عقل معاش دل اذیت میکنه. این غلبه اقتصاد بر دل هاست. خیلی متشکرم از جواد خیابان. زیاد حرف زدم، ببخشید. خواهش میکنم، خیلی لذت بردم.
خوشحال شدم از این بابت که این گفتگو مربوط به حاشیه های فضای مجازی نبود، مربوط به نمیدونم شوخی ها نبود. خیلی عمیق جواد خیابانی راجع به تاریخ ورزش ایران صحبت کرد. جواد جان، در پایان گفتگو بازم میگم که به تواضعت، به شرافتت، به خودداریت از واکنش های عجیب و غریب کیف میکنم، افتخار میکنم، دوستت دارم و خیلی متشکرم که اومدی به اتفاق. اصلا درستش همینه آقا رضا، که اگر از تو ناراحتن تو جلوشون تعظیم کن. من به همه شمایی که از من ناراحتید تعظیم میکنم، امیدوارم منو ببخشید. الهی من قربونت. خیلی محبت کردی، متشکرم. اتفاق ورزشی رو با هم تماشا کردیم، اما باقی اتفاق در شب شما کماکان جریان.